کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان می‌گویند از آغاز کار این کمیسیون تا کنون صدها تن از شخصیت‌های مطرح و چهره‌های سیاسی به کشور بازگشتند. احمدالله وثیق سخنگوی این کمیسیون گفته است تعداد کسانی که در پی تحولات اخیر افغانستان را ترک کرده بودند و حالا به کشور برگشتند به 370 تن می‌رسند. حکومت سرپرست گفته تلاش می‌کند تا به افراد نخبه و مسلکی در بدنه حکومت وظیفه داده شود و از ظرفیت آنها استفاده صورت گیرد. برای بحث و بررسی بیشتر این خبر همکنون دکتر زاکر حسین ارشاد تحلیلگر و استاد دانشگاه را در برنامه با خود داریم. سلام آقای ارشاد. کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان گفته تا کنون 370 تن شخصیت‌ها به کشور بازگشته. به نظر شما برگشت این افراد چقدر به حکومتداری خوب میتونه کمک کنه؟ خدمتتان باید عرض بکنم که چنین برنامه و پلانی در ذات خود ممکنه اگر منجر به یک وفاق و همبستگی و همگرایی در سطح کشور شود چیزی بدی نیست و او جزو خواستهای همه مردم افغانستان و ملت افغانستان و طبیعی است که تا زمانی که همگرایی وحدت نظر و وفاق جمعی شکل نگیرد چیزی به نام صلح پایدار، چیزی به نام توسعه و انکشاف، چیزی به نام استفاده از فرصت یک امر ممتنع خواهد بود. اما اینکه آیا چنین پروگرام هایی که از سوی طالبان روی دست گرفته شده میتونه ما را به این هدف برسانه، ما فکر نمی کنم. دلیلش ایست که متاسفانه ای عناوین یا ای پروگرام ها زمینه را برای یک بازی های اپورتونیستی و فرصت طلبانه برای یک عده ممکنه مساعد بسازه. تعداد از افراد که در دوره گذشته هم به عنوان فرصت طلبان از بیشترین فرصت های محتمل استفاده شخصی بردن، حالا هم ممکن اونها متمایل برای بازگشت باشند و تلاش کنند که یک شکاری شخصی و معطوف به منافع شخص خود داشته باشند. ولی ما نباید از نظر دور بداریم که با بازگشت یا عدم بازگشت این نوع افراد و این تیپ از چهره ها مشکل افغانستان قابل حل نیست و مشکل افغانستان حل شدنی نیست. مشکل افغانستان با یک نگاه معطوف به همگرایی و یک نگاه معطوف به پیشرفت و انکشاف حاصل میشه. تا زمانی که افغانستان و هر آن چیزی که در افغانستان و تحولات سیاسی و مناسبات قدرت افغانستان به عنوان موضوع یا ملک همه افراد و همه چهره ها و همه مردم افغانستان در نظر گرفته نشه، این که یک عده خود را مالک حساب کنند و دیگرا را نهایتا به مهمانی دعوت کنند، با چنین نگاه ها و برداشت های نه تنها مشکل افغانستان حل نمیشه، بلکه مشکلات افغانستان پیچیده تر هم خواهد شد. آقای ارشاد، در ادامه صحبت های شما یک تعداد از منتقدین این پروسه هم به می باور و عقیده هست که برگشت شخصیت ها به افغانستان سمبولیک است و حکومت هم حاضر نیست برای اونا وظیفه و موقف یا اجازه فعالیت های سیاسی داده شد، مشخصا اگر در یک قبال اشاره داشته باشید. دلیلی که فعلا چوکی نداره اینا، تا حتی به فرض این که طالبان زمینه را مساعد بسازه برای اینکه چهره ها و افراد صاحب چوکی و پست شود، مگر نه اینکه این افراد در گذشته صاحب چوکی بودن چه گلی بر سر مردم افغانستان زدن که حالا ما از آدرس طالبان چنین توقعی را داشته باشیم و در نتیجه مشکل افغانستان را حل شده فکر کنیم. بحث این نیست، بحث اساسی و جدی است. بحث این نیست که چند نفر چوکی دیروز داشته فعلا چوکی نداره، فعلا در بیرون از افغانستان به سر میبره و هرگاه اگر اینا باز بگردن و حتی صاحب فرصت سیاسی و بروکراتیک در افغانستان شوه مشکل افغانستان حل شوه. بحث این نیست، بحث این است که نگاه موجود در نظام افغانستان و نگاه موجود در آدرس طالبان باید هم عوض شوه و نگاه هایی که افغان ها و تمامی چهره های سیاسی نسبت به تحولات افغانستان داره هم عوض شوه. متاسفانه ما باید اگه اعتراف تلخ بکنیم که افغان ها و چهره های سیاسی، چی طالبان چی چهره های گذشته، تبدیل شده و تقلیل پیدا کرده به کودکان بازی برای کارگردانان بیرونی.
کارگردانان بیرونی است که ممکنه یک عده افراد را در یک مقطع پیروز اعلام بکنند و در یک مقطع دیگه اونا را شکست خورده اعلام بکنند و این سرکل به عنوان مقدر جمعی همه سیاسیون و چهره های افغانستان متاسفانه به حساب میاد و تا زمانی که این روند عوض نشه، تا زمانی که چهره های سیاسی در افغانستان نگاه ذاتی به مردم افغانستان و همچنان نگاه استراتژیک به انکشاف و توسعه افغانستان پیدا نکنن و این سرگرم سازی و سرگرم شدن برای این که فلان طیف در یک مقطع پیروز اعلام شوه، فلان طیف دیگه در مقطع دیگه شکست خورده اعلام شوه، اینها نه تنها مشکلات افغانستان را حل نمی سازه بلکه مشکلات افغانستان را پیچیده می سازه. اگر عزم بر رهایی از این گرفتاری ها و رهایی از این سرکل باطل هست، ایست که همه چهره های سیاسی افغانستان یک اول افغانستان را ملک همگان بدانند، سرنوشت سیاسی افغانستان را با معطوف به اراده مردم در نظر بگیرند و خودشان را هم به عنوان کودکان بازی برای کارگردانان بیرونی درک نکنند. در غیر آن صورت متاسفانه ما باید اعتراف بکنیم که این روند ادامه پیدا میکنه و مشکلات افغانستان هر چه زمان بگذره پیچیده تر از گذشته خواهد شد. خیلی سپاسگزاریم آقای ارشاد از حضور شما در برنامه.